درود بر شما همراهان کانال شب رو. حکایت پندآموز بهلول و جوان مجرد حکایتی است برای جوانایی که میخوان ازدواج کنن و یا در رابطه هستن. با این صحبت هایی که بهلول در ادامه برای شما میگه میتونید از بین سه زن باکره و بیوه و زن فرزنددار ببینید که کدومی که از اونا لیاقت و شایستگی ازدواج با شما رو دارن. برای اینکه این داستان جذاب و با هم بشنویم ممنون میشم که قبلش ما رو لایک کنید، دکمه زنگوله رو فشار بدین تا قبل از بقیه از جدیدترین داستانهای ما با خبر بشید. به نام خدا. شخصی میگفت میخواهم مردی خردمند و فرزانه را بیابم تا در مشکلات زندگیم با او مشورت کنم. یکی به او گفت در شهر ما فقط یک نفر عاقل و خردمند است که آن هم خود را به دیوانگی زده. اگر سراغ او را بگیری میتوانی اکنون او را در میان کودکان ببینی که روی یک چوب سوار شده و با آنان بازی میکند. آن جوینده میرود و او را در میان کودکان پیدا میکند و صدایش میزند و میگوید ای سوار بر چوب، یک لحظه نیز اسب خود را به سوی من بران. عاقل دیوانه نما که همان بهلول بود به سوی او میتازد و میگوید زود باش، حرف بزن، چه میخواهی؟ من نمیتوانم زیاد توقف کنم چون اسبم چموش است و به تو لگد میزند. آن مرد میگوید میخواهم از این محله زنی اختیار کنم، به نظر تو کدام زنی را بگیرم که مناسب حال من باشد؟ بهلول میگوید به طور کلی در دنیا زن بر سه نوع است. دو نوع آن باعث رنج و ناراحتی است و نوع سوم مانند گنج سرشار از ثروت و مکنت. از این سه قسم زن یک قسم آن کاملا در اختیار توست و همه مواهب و خوبی های آن برای تو، و قسم دیگر تنها نیم آن به تو تعلق دارد و نیم دیگر در اختیار تو نیست. ولی قسم سوم به قدری از تو جداست که گویی اصلا به تو تعلق ندارد. حالا که جواب سوالت را شنیدی زود برو دنبال کارت که ممکن است اسبم به تو لگد بزند و نقش بر زمینت کند. بهلول این سخنان را گفت و شتابان به میان کودکان رفت و مشغول بازی شد. ولی از این طرف نیست مرد بیچاره مبهود و متحیر به جای مونده بود و از اون حرفا چیزی سر در نیاورده بود. از این رو ملتمسانه اونو صدا کرد و گفت بیا مقصودت را از این حرفا بیان کن. بهلول دوباره به سوی او رفت و گفت آن زن که به طور کامل به تو تعلق دارد دوشیزه و باکره است که موجب نشاط تو می شود، و آن زن که فقط نیمی از آن به تو تعلق دارد بیوه زن و فاقد فرزند است. ولی آن زنی که اصلا به تو تعلق ندارد بیوه زنی است که از روی پیشین خود فرزندی نیز دارد، زیرا وجود این فرزند همیشه این زن را به یاد شوی قبلی خود می اندازد. حالا که این حرفا را شنیدی برو کنار که اسبم به تو لگد نزند. این را گفت و دوباره به میان کودکان رفت. آن مرد دوباره فریاد زد ای خردمند فرزانه، یک سوال دیگر دارم، خواهش میکنم آن را نیز پاسخ ده تا دیگر بروم. بهلول دوباره آمد زود سوالت را بیان کن. مرد پرسید تو با این همه عقل و فهم چرا رفتارهای کودکانه و دیوانوار انجام میدهی؟ بهلول گفت این اوباش، منظورش همون دستگاه حکومتی وقت بود، به این فکر افتادن که مرا قاضی شهر کنن. من خیلی کوشیدم که زیر بار این کار نروم ولی دست از سرم بر نداشتن. چاره ای ندیدم جز آن که خود را به دیوانگی بزنم تا در این دستگاه ظلم قاضی نشوم. همراهان عزیز کانال شب رو، شما تا چند اندازه با صحبت‌های بهلول موافقید؟ حتما داخل کامنت‌ها برامون بنویسید. ایام به کامتان.